به نام خداوند بزرگ سلام بر شما. با آخر خط از دور خوش آمدید. نگرانی ها از اختلاف دیدگاه میان کشورهای منطقه و غربی ها در قضیه افغانستان. آیا تفاوت نظر میان قدرت های بزرگ در مسئله افغانستان باعث پیچیدگی اوضاع شده است؟ در تازه ترین مورد زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که کشورهای منطقه و غربی ها تفاوت‌های غیر قابل حل را در افغانستان دارند. او این را هم گفته که دبیر کل سازمان ملل جهت ایجاد رویکرد مشترک درباره افغانستان تلاش می کند. این دیپلمات روسی افزوده که نشست دوحه در مورد افغانستان نیز به دلیل نبود رویکرد مشترک میان کشورهای غربی و کشورهای منطقه نتیجه ای را به دنبال نداشت. حالا پرسش این است که چه زمان کشورهای منطقه و غربی ها در مسئله افغانستان به موضع مشترک می رسند؟ اگر رویکرد مشترک میان کشورهای جهان در مسئله افغانستان به میان نیاید وضعیت چی می شود؟ در این میان آیا افغانستان به میدان بازی قدرت‌های بزرگ مبدل خواهد شد؟ چه زمان وضعیت افغانستان بهبود می‌یابد؟ این و چندین پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می‌پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان عبدالصمد کارمند تحلیلگر مسائل افغانستان از طریق اسکایپ و خان محمد کتوازی فعال سیاسی در اینجا در استودیو، تا لحظات دیگر غلام محمد نیازی آگاه مسائل سیاسی از طریق اسکایپ با ما وصل خواهند شد. تشکر مهمانان عزیز که در این برنامه با ما در این بحث اشتراک کردید. میخوایم در نخست از آقای کارمند بپرسم که آیا تفاوت نظر میان قدرت‌های بزرگ در مسئله افغانستان باعث پیچیدگی اوضاع افغانستان شده؟ سلام و درود محمدی عزیز خدمت شما، خدمت مهمانان در بحث و یک احترام خاص بر هموطنان عزیزم. تشکر. ببینید تفاوت نظر یا تقابل بین کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای جهان از امروز نیست و این یک گپ نو نیست که آقای کابولوف گفته یا ما تاکید به این بکنیم که امروز چنین یک فضا ایجاد شده. شما اگر به نیم قرن جنگ افغانستان مراجعه بکنید، همین جنگ که ما بارها گفتیم جنگ بیرونی ها بوده، جنگ افغانستان نبوده و جنگ تحمیلی و جنگ نیابتی بوده. در خود از این ما می‌بینیم که در طول نیم قرن گذشته افغانستان کشورهای همسایه، کشورهای قدرتمند، کشورهای منطقه، کشورهای جهان بلاک شرق غرب دیدگاه‌های خود داشتند. شما می‌بینید لطای اگر ببینید موضع‌گیری موقف خود برای منافع خود کوشش کرده که در امور سیاسی و امنیتی افغانستان مداخله بکنه. شما پاکستان برین که پاکستان اساسی و ارزنده نیم قرن گذشته افغانستان داشته، علاقه و مورد پسندش بوده، اون که آماده خاطر منافع خودش بوده. کشورهای آسیای میانه، هندوستان، چین، روسیه، امریکا در 20 سال گذشته ناتو با 46 کشور وارد افغانستان شدند، در پای منافع خودشان بودند. امروز هم همین سیاست متاسفانه جریان داره و من فکر میکنم ناشی از این میشه که در کل در جهان وقتی که شما مراجعه بکنید امروز جهان یک سیاست واحد نسبت به حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی جهان با خود ندارند. از یک طرف شما میبینید که بلاک غرب که عبارت از امریکا و ناتو هست در جنگ با روسیه در اوکراین مصروف هستند که خودش یک تضاد بین کشورها نشان میده. از طرف دیگر تضادهایی که از زمان جنگ سرد تا امروز باقی مانده که بلاک شرق دیدگاه خود داشت و غرب دیدگاه خود داشت. من جمله در امور افغانستان ما میبینیم هرگاه روسیه پیش میاد و کوشش میکنه که به خاطر علم مسئله سیاسی و اقتصادی و امنیتی افغانستان کمک بکنه، ما فوراً میبینیم که از طرف بلاک غرب این بلاک میشه و اونا میخواین که سیاست خود داشته باشن. اگر گردمایی اینجا تشکیل میشه اونا فوراً میرن کوشش میکنن که میتینگ و محفل خود داشته باشن. به خاطر از اینکه کشورهای منطقه، کشورهای جهان، قدرت‌های بزرگ همونطور که در گذشته افغانستان منافع خود داشتن، امروز همچنان در سیاست امروز افغانستان کوشش میکنند منافع خود داشته باشند. اگر طالبان مطابق ذوق و سلیقه روسیه، چین، هندوستان عمل بکنه، شما بخواید نخواید کشورها که شون در تعامل میرن حتی ممکن است به رسمیت بشناسند. به این ترتیب اینا به طرف امریکا و به طرف ناتو برن، اونا کوشش میکنند که دایی پیش قدم باشند. ولی مشکل اساسی این است که متاسفانه چون در نیم قرن گذشته افغانستان، به خصوص در 20 سال گذشته افغانستان امروز در حاکمیت افغانستان سیاستمدارایی نبودند که بتوانند منافع ملی افغانستان را تمثیل بکنند. به این ترتیب ما می‌بینیم که کشورهای بیرونی هر لحظه و هر ساعت و هر روز و هر سال کوشش میکنن از این کشور به نفع خود استفاده بکنن و آخرین نشستی که ما شما شاهد بودیم که نشست تاریخ اول مای در دوحه که ملل متحد با شرکت 21 کشور را اندازی کرده بود، نتیجه از این نشست چی بود؟ باقی نشست نتیجه نشست فقط کشورها آمدن تشویش‌های خود بیان کردند و گویا خواستند که یک هماهنگی ایجاد بکنند که به هیچ صورت هماهنگی ایجاد نشده و تشویش‌های خود نسبت به وضع بانوان در افغانستان بیان کردن، نسبت به وضع امنیتی افغانستان بیان کردن، نسبت به وضع حکومتداری در افغانستان بیان کردن. این چیزی هست که ما در طی دو سالی را گفتیم، ولی نشست دوحه همچنان نتونست که یک برآمد خوب برای حل مشکل سیاسی و امنیتی افغانستان داشته باشد. بله، حالا بی تفاوت‌ها یا پیچیدگی‌هایی که بین کشورهای منطقه و غرب وجود دارد، آیا راه حل برای معضل افغانستان پیدا خواهد شد و به ایجاد یک رویکرد مشترک قناعت خواهد کرد؟ خب، حل معضل افغانستان یا حل بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان در قدم نخست برمیگرده برای خود افغانستان که آیا در داخل افغانستان یک حکومت، یک حاکمیت میتونه ایجاد شود که بتونه به طرف مشروعیت مردم بره و در تعامل با مردم افغانستان قرار بگیره و بتونه منافع ملی مردم افغانستان انعکاس بده و بتونه که یک زبان مشترک با کشورهای منطقه، با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمند جهان پیدا بکنه. ما یک چیز با صراحت باید بگوییم که در پالی از اینکه ما برای افغانستان یک حکومت با ثبات سیاسی و یک حکومت پایدار و یک حکومت مشروع ضرورت داریم، فراموش نکنیم که افغانستان در نیم قرن گذشته جنگ بسیار بدی را سپری کرد. ما می‌بینیم که اقتصاد ما در کدام سطح وجود داره، حکومتداری ما در کدام سطح وجود داره، مسائل امنیتی ما در کدام سطح وجود داره. متأسفانه افغانستان دستش دراز است به کشورهای بیرونی و ما ضرورت داریم به تعامل با این کشورها، ولی این کشورها از این مجبوریت افغانستان که از یک طرف یک ثبات سیاسی دیگه وجود نداره، یک حکومت مشروع وجود نداره، مشکل اقتصادی بسیار جدی ما در افغانستان داریم، فرار مهاجرت این کشور وجود داره، مواد مخدر و ده ها مسئله دیگه وجود داره، اینا کوشش میکنن از این نقطه ضعف افغانستان استفاده بکنن و منافع خود تمثیل بکنن. ای کاش قدرت‌های بزرگ جهان، کشورهای همسایه واقعا در منافع مردم افغانستان باشه. عرف آخر در مورد ما میخوایم خدمت شما عرض بکنم که کشورهای جهان، کشورهای همسایه هیچگاه دلشان به خاطر این ملت نسوخته و نمیسوزه. اگر به خاطر این ملت این کشور دل کسی میسوزه، او شهروندان خودی افغانستان، مردم افغانستان است که متاسفانه ما بیشتر افزار بودیم و افزار قرار گرفتیم تا وحدت ملی به خاطر حل مشکل افغانستان. بله، سپاس آقای کارمند. آقای کتوازی، چی فکر میکنند که نبود حکومت مشروع و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان آیا باعث از این شده که کشورهای منطقه و غرب نتوانه بر سر مسئله افغانستان کنار بیایه و اختلاف نظر داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در نور تلویزیون تولو لیدونکو اوریدونکو تا جناب محمد سفتا تا جناب کارمند صاحب و جناب ناظر صاحب خونسته تولو ملګرو ته سلامونه، احترامات او نیکیلی. تشکر. دا چې څو کاله مخکې د افغانستان حکومت په دوه کې منځوي سو، امریکایانو منځوي کو او اوس په افغانستان کې هر څه پیښیږي مسؤلیت دی په امریکایانو په غاړه ده، هغه به په غاړه وړي او کله چې موږ یو معیاري حکومت ولرو نړۍ به راسره خامخا پر مخ ځي. تر اوسه پورې موږ رښتیا هم یو معیاري حکومت نه لرو، یو معیاري وزیران نه لرو، نو ځکه هم له نړۍ شاته یو او دا چې موږ په کور دننې په مشکلاتو کې راګیر یو. دوی چې دا فکر دا وایي چې تاسې عامه شمول حکومت جوړ کړئ، دا خبره د کابلوف تر یوه اندازه ښه خبرې کړې ده، ځکه چې دا د افغانیان انم ده او د هر افغان دا خواهش ده چې زه خپل تاجک ورور، خپل ازبک ورور، خپل هزاره ورور، خپل ترکمن وایما ورور وزیر ووینم. هغه وزیر داخله باید واوسي، وزیر خارجه باید واوسي، هغه بل وزیر واوسي. خو همداسې هغه باید یو غریب تاجک زوی وي، یو دهقان تاجک یا دهقان ازبک زوی وي، یو معلم زوی وي، یو انجینر زوی وي، نه د هغو خلکو چې موږ ته امتحان راکړو، زموږ حکومت یې ګډوډ کړو، زموږ په منځ کې جنګونه پیدا کړو، نه هغه خلک. نو موږ کوشش کوو چې هر وخت د افغانستان هر وخت دا سوال کوو چې د افغانستان خلک یو خلک واوسي، د افغانستان خلک په خپل منځ کې محبت وکړي، د افغانستان خلک په خپل منځ کې مینه وکړي او په یو حکومت باندې، په یو واحد حکومت ټول راټول وي، هر څوک په حکومت کې ځان وویني. بله، ولی امارات اسلامی همواره تاکید بر این داشته که حکومت همه شمول است و ثبات سیاسی در افغانستان وجود دارد، امنیت سرتاسری وجود دارد. چقدر موافق هستین حکومت سرپرست آیا یک حکومت کامل است؟ نه، دا به دې باندې زه موافق نه یم چې حکومت دې همشموله وي. همشموله په دې معنا نه چې موږ هلته یو د هر قوم یو کس راولو کینو، هر فکر کس باید دلته موجود وي. دلته باید د ډیموکراسي کس موجود وي، هغه کس موجود وي شریعت غواړي، هغه کس موجود وي چې پرمختګ غواړي. اوس خو یوازې حالا فکرای مختلف را در حکومت سرپرست بخصوص در کابینه میبینید؟ نه از هغه نه وینم، تر اوسه پورې هغه زه نه وینم، ځکه چې که موږ لیدلی نو تر اوسه پورې چې موږ په دغه 3 کاله یوازې د نجونو په مکتبو باندې ټال یو، تقریبا 6 میاشتې ووتلې، 600 ورځې 600 ورځې یوازې موږ د نجونو په مکتبو ټال یو چې مکتب دې خلاص شي، مکتب دې بند شي. نو که چیرې د هر فکر خلک وای دې ته به ډېر زر طرحه پیدا شوې وه، له دغه طرحې معلومېږي چې دغه ده چې حکومت انحصار ده، ځکه چې تاسې فکر وکړئ د وزیر داخله خپله بله ورځ وویل خوست کې چې باید حکومت انحصار نه شي. بله، حالا با این دیدگاه ها و با این سمت که افغانستان روان است و حکومت سرپرست تا 2 سال حکومت داری کرد، بالاخره با چی مشکلات مواجه خواهد شد؟ جهان یک سو کنار نمیه و حکومت دیگه سو کنار نمیه، حالا با چی شواقعی کتوازی؟ مگو افغانان خپل منځ کې اول خو باید کورنۍ مشکل حل کو، خپل منځ کې کینو، هغه د موږ تاجک کورونه، ازبک کورونه چې هغه فاک دي، هغو قتل نه ده کړی، هغو غلا نه ده کړی، هغه پښتانه وروڼه هغه باید سره کینی، خپله طرحه په خپله جوړه کې جهان ته یې ولیږي، خپله طرحه په خپله جوړه کې جهان ته یې ولیږي. تر اوسه پورې خو زموږ حکومت هېڅ طرحه نه ده جوړه کړې جهان ته یې وړاندې کړی چې موږ په دغه طرحه روان یو، دا ما قانون ده، دا زه منم. دوی وایي چې موږ د ظاهرشاه قانون منو، په هغه قانون یې عمل نه، اساسي قانون د ظاهرشاه منو، په هغه باندې هم عمل نه ده کړی. اول باید د افغانستان له ګوټ ګوټ کناره کناره خلک راټول، په هغه کې باید مدني فعال وي، په هغه کې باید ځوان وي، په هغه کې باید زنانه وي، دا ټول راټول چې دوی په خپل منځ کې یوه طرحه جوړه کړي، نړۍ ته یې ولیږي چې وروره موږ دغه طرحه ده، په دې لاره باندې موږ موافق یو، روان یو. اوس خو دا هېڅوک هم نه مني، انتې نه مني، دغه بل افغان یې نه مني. نو د ما او د هر افغان دا هیله ده چې موږ ټول افغانان سره کینو او په یوه خلو باندې جان ته جواب ورکړو. بله، حالا اگر رویکرد مشترک میان افغان ها و بحث مشروعیت خود داخلی افغان ها وجود نیاید در کشور، چی فکر میکنن چگونه میشه که با جهان تعامل داشته باشیم و آیا اگر به این منوال ادامه پیدا بکنه میتونیم که جهان را قناعت بدیم و تعامل داشته باشیم؟ جهان ته خو په هېڅ وجه موږ قناعت ورکولی نشو، ځکه چې هغه څه موږ نه لرو. موږ باید په هره کابینه کې داسې وزیران ولرو چې هغه له د همسایه هېواد له انانې سره، له هغه شک سره بلد وي. موږ باید داسې وزیر د زراعت ولرو چې هغه به دې پوه شي چې په پاکستان کې کوم شی زراعت په کوم موسم کې رسېږي. مثلا زراعت وزیر باید موږ پوه شي په ایران کې کوم شی په کوم موسم کې رسېږي. داسې وزیر داخله هم به دې پوه شي هغه له کومو تکتیکونو ګټه اخلي. وزیر دفاع هم به دې پوه شي چې د موږ همسایهګان له کومو تکتیکونو ګټه اخلي، کومه سلاح استعمالوي. نو زموږ وزیر صاحبان تر اوسه پورې فکر نه کوم چې په دې باندې دغه یې برلاسي چې دوی دومره غټ نظر ولري چې هلته د دوی په همسایه هېوادو کې دوی په دې باندې متفقي چې دوی د همسایه هېوادو څخه معلومات ولري. بله، تشکر کتوازی صاحب. آقای کارمند، چی فکر میکنین چی زمان کشورهای منطقه و غربی ها درباره مسئله افغانستان به تفاهم میرسه و تعامل میداشته باشه بالای افغانستان؟ خب ما اگر انتظار از این داشته باشیم کشورهای منطقه و کشورهای جهان در مورد افغانستان به تعامل مشترک میرسند و دیدگاه مشترک، ما فکر میکنیم یک آرزو باقی خواهد ماند. برای اینکه سیاستهای این کشورها، سیاستهای خارجیشان و منافعشان در منطقه و جهان حکم میکنه که اینا مطابق منافع خود نسبت به افغانستان ببینند. شما اخیراً حتما خواندین دکترین سیاست خارجی روسیه را که در اونجا روسیه پوتین چی سیاست در مورد افغانستان داشت. اونا برای ثبات سیاسی افغانستان توجه کردن و مثلا مطرح کردن که افغانستان باید کشور بی‌طرف باشه. شما اگر به چین مراجعه بکنید، چین سیاستش نسبت به افغانستان متفاوت است. برای چینایی‌ها دو چیز مهم است، یکی که منافع اقتصادیشان در درون افغانستان، در داخل افغانستان و چگونه میتونن از ذخایر افغانستان به نفع خود استفاده بکنن، و مسئله دیگر گروهی که به نام گروه تروریستی یاد میشد، به نام که ترکستان شرقی مطرح میکردن، اونا در تفاهم با طالبان به این موافقه رسیدن که این گروه باید فعالیتش در افغانستان ممنوع شود و این گروه نتواند دردسر برای چینایی‌ها نباشند. به این ترتیب شما می‌بینید که چینایی‌ها در پای منافع امنیتی و منافع اقتصادی خود هستند. اگر شما به امریکا مراجعه بکنید، امریکا در نیم قرن گذشته افغانستان به نام آزادی افغانستان، به نام اسلام در افغانستان آمد و در پاکستان کمک کرد، افغانستان تقویه کرد، درون افغانستان فرست. نتیجه جنگ چی بود؟ نتیجه جنگ این بود که افغانستان بیشتر ویران شد. در 20 سال گذشته اینا کاملا روس‌ها، آمریکایی‌ها منافعشان در منطقه و در افغانستان بر پایه از این بوده که چطور میتونن افغانستان در انحصار خود بیشتر داشته باشند تا در جنگ‌های سرد و جنگ‌های گرمی که در جهان صورت میگیره یک قدرت در اینجا با خود داشته باشند، در این منطقه به شمول پاکستان، به شمول افغانستان، به شمول کشورهای دیگر، که به این ترتیب ما باز می‌بینیم که منافع سیاسی و اقتصادی حکم میکنه که مطابق ذوق و سلیقه خودشان عمل بکنند. ولی مسئله عمده که من تو پیشتر به شما گفتم برمیگرده به خود افغانستان، که در داخل افغانستان آیا یک نظام میتونه ایجاد شود که این نظام بتونه منافع افغانستان تمثیل بکنه. مشکل اساسی که درون افغانستان متاسفانه نبود یک حکومت باثبات است در درون افغانستان، چیزی که پاکستان در نیم قرن گذشته افغانستان یک آرزوی بزرگش بود. بله. آقای کارمند، خب چی زمان حالا می حکومت به میان می و چی گامی را باید برداره که حکومت قابل قبول برای جهان باشه؟ ببخشید، مشکل عمده ای است که طالبا در 21 ماهی که در قدرت آمدن ما می‌بینیم که به هیچ صورت اینا کوشش نمی‌کنند که برای خواست که مردم مطرح می‌کنند، جوانان و زنان مطرح می‌کنند، پاسخ بدن. ببینید دروازه مکتب در این مدت زمان مسدود هست، ولی در کنار مکتب ما می‌بینیم که دروازه مدارس دینی به مراتب فراوانتر باز میشه. همین الان من خواندم که یک مدرسه دینی در پنجشیر افتتاح شده با شرکت 1000 جوان که باید اونجا آموزش ببینن. ولی ما در گذشته مردم افغانستان مسلمان بود، دروازه مسجد وجود داشت، مکتب مردم میرفت اونجا قرآن میآموختند، دین خودم، مذهب خودم میآموختند. هیچ کس نگفته که مشکل با مذهب دین دارند. ولی ما نمیشه که مدرسه را در افغانستان زیاد بسازیم، دروازه مکتب ببندیم. ما برای تمدن و برای پیشرفت امروز جهان ما با انسان‌های متخصصمند هستیم که از زن و مرد هستند. ولی امروز ما می‌بینیم که برعکس، دروازه مکتب بسته میشه، دروازه دانشگاه بسته میشه، ولی دروازه مدارس بیشتر باز میشه. ما با کجا میریم؟ اینجا فکر ببینید، این یک جنگ فکری و جنگ فرهنگی درون افغانستان آغاز میشه و این مردم افغانستان میگه برادر ما در کنار جهان میخوایم که در تمدن جهان همچنان شریک باشیم، ولی ما عروض عقب میریم. به این ترتیب ما ببینیم که طالب‌ها به عقب نمیرن، نمیخواین که دروازه مکتب، دروازه دانشگاه را باز بکنن، برعکس سیاست‌هایی که خودشان می‌خواهند عملی بکنند. مسئله حکومت فراگیر درون افغانستان مطرح شد. طالبان می‌فهمند در گذشته افغانستان حکومت‌هایی که شکست خورد به خاطر اینکه حکومت‌ها بیشتر خودمحور بودند. حکومت غنی چرا شکست خورد؟ به خاطر که جمهوریت 3 نفره بود و به نام جمهوریت فقط 3 نفر در درون افغانستان رهبری می‌کردند. آخرش چه شد؟ با میلیاردها دلار آمریکا، با هزاران سرباز ناتو و آمریکا، امی حکومت شکست خورد، رهبرش فرار کرد. ولی طالبان امروز آمدن حکومت فراگیر نمیپذیرند درون افغانستان، میگن بله حکومت ما فراگیر است. بله فراگیر از طرف طالبان هست، ولی سهم مردم دیگر شما چقدر تاجیک‌ها رو در قدرت افغانستان میبینین، چقدر ازبک‌ها رو میبینین، چقدر پشایی‌ها رو میبینین، چقدر نورستانی‌ها رو میبینین. به این ترتیب برای علاوه مسائل قومی که درون افغانستان که متاسفانه بسیار حاد است که اینا نمیپذیرند، برای حل از اون ما میبینیم که متخصصین و دانشمندا و افرادی که کار میکنند درون حاکمیت کجاستند. به این ترتیب اگر ما فهرست بکنیم تا زمانی که طالبان تن برای امید تغییر شما به هیچ صورت نمیتونید در تعامل با جهان برین. ولی ما وظیفه ما چی است؟ ما میخوایم برای مشخصتر بگوییم که وظیفه ما این است که ما کسایی که در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان قرار داریم باید یک اجماعی را ایجاد بکنیم و یک طرحی را باید بیان بکنیم به خاطر حل مسئله افغانستان و طالبان باید این طرح را باید بپذیرند. که به تنهایی نمیتونن حکومت بکنن، به تنهایی مشروعیت داخلی را به وجود نمیتونن بیارن، به تنهایی نمیتونن به طرف تعامل برن با جهان. وقتی که نرن، اونمو است که کشورهای بزرگ منطقه و جهان میاین در افغانستان مطابق منافع گروهی گروه‌ها و منافع کلان کشورها و دولت‌ها و حاکمیت‌هاشون سیاست. سپاس. آقای کتوازی، اگر گروهیکرد مشترک به میان نمیاد، وضعیت افغانستان چی میشه؟ که او مشترک حکومت جور نسی یا مشترک نظر یا نسی د افغانان حکومت کی دا به بی عدالتي او هر هغه حکومت، هر هغه کور، هر هغه اداره چې بی عدالتي کې موجود دي د لبین دي دا نه فاته کی. نو موږ غواړو چې موږ په منځ کې طالبان عدالت مراد کی، د افغانان حکومت کی ټول افغانان، د افغانان ټول نظرونه یو ځای کی، ځکه چې دوی وس داوا کړی دا چې موږ ټول افغانان ته جای ورکو باید وریږي او دغه بی عدالتي باید له بینه یوسي. د هیواد کې خلک بیکاره دي. پرون زه چاره جاکوب ته تللی وم، هر دوم دریم دکان خالي د پیلې کلي دکان کرایه. نو دا ټولې بی عدالتیو دا دروازې بندې کړي دي. که عدالت وای هلته به موسساتو کار کولی، که عدالت وای دلته به خلکو کار کولی، که عدالت وای دلته به خلک وای. هغه زموږ سرمایهداران له هیواده ووتل، لا له ویرې، لا له هر مشکل چې ووتل د ادارې وتښتېدل. نو دا خلک اوس بیرته باید د خلکو زړونه راخپل کړي، بیرته د هیواد ته راولي او د هیواد کې چې عدالت مراد سو، عدالت په نظر کې ونیول چې دا هیواد ډېر زر جوړیږي. بله، حالا چرا و چگونه باید امارت اسلامی خواست مردم و همچنان خواسته های مشروع مردم که از جمله در مکاتب است و در دانشگاه هاست برش لبیک نگفته و یک پاسخ مثبت نداده، همیشه با بیانیه هایی میگه که هنوز فرصت به اون نرسیده که باید باز شود مکاتب و هنوز مسئله داخلی است، باید وقتگیر باشه، افغان ها منتظر باشه. چه زمان خاتمه پیدا میکنه و چه زمان مردم افغانستان خود را میبینه در قالب این حکومت؟ کله چې د هر فکر خلک نه د مشکلات ورازی، دوی وس هغه دروازې چې د جنوب په مخ باندې دي یا پانتونو دروازې د جنوب په مخ باندې دي، دوی په دې باندې غواړي دا فکر کوي چې موږ به دا نړۍ په دې باندې دغه کو وډاره کو. منته دا هیڅ امکان نه لري. اوس ما او تا پر د امریکایي نجونو څه رفت لري چې هغه دروازه د مکتب خلاص ده یا بنده ده؟ دا زما او ستا خویندې دي، دا زما او ستا د دې هیواد بچیانې دي، دوی په مخ باندې باید ټولې دروازې خلاص شي. هر افغان باید خپل دغه خور وبولي، خپل خور مکتب ته ولیږي، مدرسې ته یې ولیږي. کله چې موږ خپله خور یا لور سیاله ونه بولو او په څنګ کې ونه درو، له هغې چې د سالدارۍ کار وانخلو، تنها یوه ښځه یې دې لپاره نه ده چې اوس هغه د یوازې د اولاد پیدا کولو ذریعه یا د کور د خدمت چوپړ لپاره یوه ذریعه ښځه هم سیاله ده. موږ باید ښځې ژورنالیستانې ولرو، موږ باید ښځې قاضیانې ولرو، موږ باید ښځې څارنوالانې ولرو، ځکه چې یوه جنایي پېښه وشي، یوه موږ څارنواله ونه لرو، د یوې ښځې په یو کور کې سوې ده چې هغه تحقیق ونه کړي، زه ورته خو یې نشو کولی چې ټوله دنیا قاضیان ورولې نشي کولی. نو دې لپاره دوی سره داسې کسان نشته، فکر کوم چې دغه مثبت ټکي ورته وښیي او دروازې د خویندو په مخ خلاص. بله، حالا چگونه باید تغییر بیاره حکومت سرپرست که همین نکات را که شما اشاره کردین به او تمکین شود؟ نو اشاره دا ده چې باید، ما مخکې درته وویل چې ټول فکرونه یو ځای شي. دا تنها اوس که د طالب فکر وي، د طالب فکر دا غواړي، د ملا صاحب فکر دا غواړي چې دروازه د خویندو په مخ بندوي د پوهنتون یا د مکتب، او منته زما او ستا او د نورو افغانانو فکر بیا چې نه، موږ دا دروازې دي بالکل خلاص دي. حجاب مراد کوي، فروا نه کوي. دا سنتي ټولنه د هر افغان درته لبیک یایي، حجاب مراد کوي او حجاب وضع کوي او حجاب افغانان مراد کوي، ټول افغانان درته لبیک یایي. لیکن بیا هم د خویندو په مخ دروازې خلاص کوي. دوی په څنګ کې هغه خلک فکر کوم نهسته چې دومره داسې مشوره ورکړي چې دغه ته ضرورت ده. موږ ژورنالیست ته ضرورت نه لرو، موږ ډاکټر ته ضرورت نه لرو، موږ انجینر ته ضرورت نه لرو. موږ به د همسایه هیواد ته که بیا مکتبونه دوی په مخ خلاص نه شي، موږ بیا د همسایه پاکستان ته مجبور یو، تیاج محتاج به یو، ورځو به ایران ته مجبور یو، هندوستان نور نه ته مجبور یو. حتی دغه تورخم ته ورسه ډېر معمولي جزوي مریضان هلته فراته دي، شپې کړي دي، په پزرهاو خلک هلته بند پاته دي. نه په افغانستان کې تر اوسه دا فکر پیدا شو یو ښه معیاري روغتون جوړ کړي، او نه له طالبانو سره دا فکر شته چې یو ښه معیاري روغتون باندې کار وکړي یا د خویندو په مخ باندې دروازې خلاص کړي. دوی په ۶۰۰ ورځې کې ۶۰۰ ورځې اوس ووتلې، په ۶۰۰ ورځې کې تر اوسه پورې د موږ د خویندو یوه طرحه جوړه نه شوه. ته فکر وکړه دا نور هیواد به څومره مخته ولاړ. چرا جور نشده؟ فکر میکنین مشکل در کجاست؟ آیا به مسئله داخلی افغانستان اگر برمیخوره خب باید در یک روز حتی در یک هفته و بالاخره در یک ماه حل شود. حالا 620 روز خیلی فرصت زیادی است که تا هنوز باز نشد. دلیل در کجاست؟ آیا صلاحیت به دست افغانستان است یا کشورهای دیگر؟ صلاحیت خو باید افغانانو په لاس کې وي او که دا صلاحیت دوی په لاس کې نه بندشته او چا په لاس کې بندیدلو صلاحیت نو د خلاصیدلو صلاحیت هم دغه په لاس کې دوی باید دوی سره داسې فکر نسته، داسې فکر خلک نسته. ما مخکې درته وویل چې دوی سره داسې فکر خلک دی چې یوازې بند فکر خلک سته، د خلاص فکر خلک نسته ورسره. او دوی خپله اوس دغه وزیر صاحب دفاع خپله وویل چې خوند په مخ دروازه خلاص کړي، وزیر داخله خپله وویل چې خوند په مخ دروازه خلاص کړي. من دا مشکل دلته چې اوس بندي کړی چا دغه جای پیدا شي، کوم جای له کومه خوا بندید؟ کتوازی صاحب مشکل اصلی را شما تا حال دریافتیم که در کجا است؟ چه کسی مانعت میکنه؟ نو خامخا په حکومت کې لوړ چارواکي دي چې دا کار یې کړی دی او دوی غواړي چې په دې باندې نړۍ په عذابه کې یا نړۍ دې ته دغه کې چې رسمیات مثلا چه کسی سرپرست تحصیلات عالی، سرپرست وزارت معارف یا کسای دیگه هم است؟ بیاره فکر کوم چې دوی به کومه شورا لري هغه به دا کار کوي چې دای بند کړي. فکر نه کوم چې واجد د وزارت معارف یا د وزارت معارف یا وزارت تحصیلات عالی د صلاحیت ولري چې بندي. بله تشکر آقای کتوازی. آقای کارمند چی فکر میکنید در این میان آیا افغانستان بار دیگر به میدان بازی قدرت های بزرگ خواهد تبدیل شد؟ افغانستان به میدان بازی قدرت‌های بزرگ در گذشته بود متاسفانه و امروز همچنان ما می‌بینیم که در بازی قدرت‌های بزرگ قرار دارند. اگر ما به گذشته بریم خود توافقنامه دوحه یک بازی بود که امریکا با طالبان انجام دادند و طالبان را در قدرت سیاسی آوردند. به ترتیب ما می‌بینیم که کشورهای منطقه، کشورهای جهان در بازی افغانستان شریک هستند و در آینده همچنان می‌خواهند این بازی را ادامه بدهند. و گپ کلان همی است که اونا در جستجوی منافع خود و در جستجوی منافع یک حکومت در درون افغانستان هستند که اونا بتانن اما سیاست های کلان از اونا را در منطقه و در جهان بتانن تمثیل بکنن، به خصوص در منطقه. و امریکایی ها وقتی که تغییر سیاسی در درون افغانستان تن دادن و تغییر سیاسی اونا میفهمیدن که طالبا چه نوع گروه هستند، با سیاست از اینا، با ایدئولوژی از اینا، با عملکرد از اینا آشنا بودند. با وجود که اینا گفتن طالبان تغییر کرده ولی ما می‌بینیم که قریب دو سال گذشته نشان داد که نخیر در طالبان تغییر به وجود نیامده. یکی از مسائلی که شما پیشتر با دوست ما مطرح کردین مسئله مکاتب بود که گفتین مکاتب مؤسسات تحصیلات عالی چرا در درون افغانستان باز نمیشه. ما فکر می‌کنیم در پاری از اینکه خود امی حکومت سرپرست طالبان صلاحیت مستقل در حل از این مسئله نداره، کشورهای بیرونی دید دست دارن. شما فراموش نکنید که در طی یک دو روز گذشته وزیر خارجه و نخست وزیر قطر آمد به افغانستان ولی دیدار کرد در قندهار که خودش نشان میده که قندهار یک مرکز سیاسی کلان افغانستان طالبان تشکیل دادن. و آمدن وزیر خارجه یا نخست وزیر قطر به افغانستان خودش نشان میده که این کشورها در بازی افغانستان چقدر شریک هستند با وجود که افغانستان به رسمیت نشناخته. در خصوص در مکاتب کدام کشور دخیل است و منفعتش چی است که در مکاتب بسته باشه و توسط چه کسی میخواه که اوضاع افغانستان را این گونه نگاه بکنه؟ خب اگر ما به گذشته طالبان بریم که طالبان وقتی که ایجاد شدن در جنگ افغانستان فرستاده شدن در قدرت سیاسی افغانستان در دور اول آمدن کدام کشورها اینا را به رسمیت شناخت و در دور بعدی که اینا در قدرت رسیدن در مذاکراتی که در دوحه وجود داشت کدام کشورها نقش داشتند. شما میفهمید که قطر، پاکستان، عربستان جمع امریکا نقش اساسی را داشتن برای اینکه بتونن طالبان را دوباره در قدرت بیارن. و امروز شما اگر کتاب حسن عباس مطالعه کرده باشین او با صراحت میگه که طالبان برای پاکستانی‌ها گفتند که مردم افغانستان نسبت به شما یک اساسیت دارند، شما کوشش نکنید که در ظاهر بیشتر نشان بدید که ما تابع شما هستیم ولی در پشت پرده شما می‌بینید که سفرهایی که بر پاکستان صورت میگیره، حتی ملاقاتهایی که با لوی رئیس پاکستان با آقای بجوا صورت میگیره و با سیاستمدارای دیگه پاکستان صورت میگیره، حتی اونا کوشش میکنن که مورای کلیدی در حکومت افغانستان بیارن. ما بخوایم نخوایم یک حقیقت است که پاکستان در همونطور که در جنگ افغانستان نقش داشت، در سیاست افغانستان همچنان نقش دارد. ولی در مورد مکاتب یک مسئله داخلی هم وجود داره که او را باید ما بگوییم. مسئله اینا در نخست مطرح می‌کردن که برای حل مسئله مکاتب و دانشگاه‌ها مسئله شریعت مطرح است، مسئله ایجاب مطرح است، ولی پسان‌ها شما دیدین که دوی زیر کنار گذاشتن، آمدن گفتن نصاب تعلیمی مطرح است. ببینین اساسی ترین مسئله ای است، ما باید بسیار با دقت به این مسئله برخورد بکنیم. نصاب تعلیمی که طالبان در مکاتب میارن برای دخترها و برای دانشگاه‌های افغانستان، این نصاب تعلیمی که اینا وارد بکنن، ما بر اساس این نصاب تعلیمی مکاتب باز بکنیم و دخترها برن در مکاتب، ما میبینیم که بیشتر اینمی نصاب تعلیمی با نصاب تعلیمی که در مدارس دینی هست تقریبا وجه مشترک داره. به این ترتیب این کوشش میشه که بیشتر مسائل دینی و مذهبی برای در مسائل تعلیمی و تحصیلی افغانستان وارد شود و این خودش وقتی که ما این کار انجام بدیم، در حقیقت ما کار مدرسه رو میاریم در مکتب و مکتب و دانشگاه را در جای تبدیل میکنیم که ما بر رشته های اساسی که نیازمند هستیم با او از او عقب میمانیم. ما نمیشه که وزیر ما حتما باید مولوی باشه، ما نمیشه که وزیر ما حتما ملا باشه، مثل کمیال وجود داره در پسوند یا پیشوند وزیرایی که در حاکمیت طالبان وجود داره یا ملاس یا مولوی هست. شما کمتر میبینین که دکتر است، انجینر است، متخصص است، دانشمند است. اینمی سرزمین به نام افغانستان وقتی میتونه رشد بکنه، وقتی میتونه در سیاست جهانی بتونه یک تعامل پیدا بکنه که تمام عرصه‌های زندگی که در دنیا وجود داره در درون افغانستان همچنان رشد بکنه. ما برای انجینر، ما برای دکتر، ما برای نرس، ما برای سیاستمدار، ما برای اقتصاددان و نیاز داریم و باید بفهمیم که افغانستان یک کشور بسیار ثروتمند است از لحاظ منابع زیرزمینی خود. همین منابع زیرزمینی را آیا امریکا و روس و انگلیس برای ما میخواهند که ایرا بتونن که از این به نفع افغانستان ایرا استفاده بکنن؟ بکش نخیر، اونا اگه استفاده بکنن به نفع خود استفاده میکنن، چنانچه چینی‌ها هم میاره در مس عینک اگه میاین به خاطر منافع خود میاین. اینا افغانستان برای انجینر نیاز داره، بله. وقتی که شما دروازه مکاتب و مساجد مساجد تحصیلات عالی رو بسته بکنین، فردا کجاست انجینر، فردا کجاست معلم، فردا کجاست دکتر، فردا کجا سیاستمدار؟ و به ترتیب جامعه میره به طرف ازی که ما آینده فقط بگوییم که در این کشور ملا و مولوی باید حاکمیت بکنن. خیر، ما ملا و مولوی نیازمند هستیم در مدارس دینی، در مساجد، ولی در بسا موارد دیگه که همگام با جهان ما به پیش بریم، ما به دانشمندان نیازمند هستیم. سپاس. به باور آقای کتوازی چی فکر میکنین آقای کتوازی که آیا طالبان یا امارت اسلامی، اعضای امارت اسلامی تغییر کرده همان طالبان گذشته است یا تفاوت در میان وجود داره؟ طبعا تغییر کړی ده، د افغانستان اسلامی امارت طبعا تغییر کړی ده، خو بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر څوک واکمن وي یا واکمن سي هغه تر خپل هیواد نور هیوادو ته ژمن وي. خبره دا ده چې موږ هر وخت که زموږ مخکینی هغه وزیران و که اوسني وزیران دي تر موږ نورو هیوادو ته ژمن دي، تر موږ قطر ته ژمن دي، تر موږ نورو هیوادو ته خلاص ورکوي، نورو ته ښه غوږ نیسي. دلته یو کس راسي له خارجه ټول منډې ورسره وهي. دلته زموږ او تاسې افغانان نورونه په نیمروز و په بولدک باندې په زرګونه په قاچاقي لارو په غیر قانوني لارو باندې اوري، د خوارۍ لپاره کار نه لري، وظیفه نه لري. دا اوس ورسره که هر څوک وغواړي چې موږ وزیرانو سره وینو، وزیران درسه ځان اخوا دېخوا کوي، نه درسره ویني. مثلا په جمهوریت کې هم دغه بې عدالتۍ وي، له غریب سړي سره چا نه لیدل، له هغه چا سره چې ضرورت یې لرو له هغه سره چا نه لیدل. دروازه د وکیل په کور کې وه، مثلا د وکیل د کور دروازه چې خلاصه بس وه، د ولایت دروازه به هم خلاصېدله، د ریاست امنیت ملي دروازه هم خلاصېدله، د قمندانۍ دروازه هم خلاصېدله. که به د وکیل د کور دروازه بنده وه، دا ټولې دروازې بندې وې. اوس هم هغه خبرې دي، هغه کیسې دي، کوم تغییر یې نه ده کړی. که موږ ویلی چې جمهوریتان لاړو دغه پې بهتر دی، له هغه ته بهتر و دومره بهتري او د ولس په مقابل کې دومره بهتري اوس نه ده، نه ده راغلې چې موږ وایو، ځکه بېکاري ترې زیاته شوې ده. غلا اوس هم ستوري هم و چور اوس هم ستوري هم شته، اوس بېکاري ښه پریمانه ده. نو دوی باید تغییر وکړي، خامخا دوی باید تغییر وکړي. که نه نور هیوادونه نه غواړي چې موږ سره جوړ کړي، نور هیوادونه اوس هغه نه شي راتلی، امریکایان، شرکیان و غربیان اوس نه شي راتلی. اوس به خامخا د موږ د همسایه هیوادونو په لاس باندې خامخا قومونه سره اخته کوي، د قومو په مابینځ کې به جنګ راپورته کوي، د قومو په مابینځ کې به نور دوی پورته کوي. در قسمت سیاست خارجی که به کشورهای همسایه و منطقه داره، حکومت سرپرست چقدر تا حالا مفید بوده و چقدر یک سیاست خارجی مؤثر داشته؟ تر اوسه پورې خو دومره مفید زه نه بولم، ځکه چې زموږ او تاسې دلته ښه شرکتونه لرو، خو لیکن زموږ قراردادونه له چینایي شرکتو سره کېږي. تاسې ګورئ چې زموږ څومره معدنیات یا زموږ څومره معدن باندې چینایان بوخت دي. دلته موږ خپل پانګوال لرو، هغو ته دعوت نه ده ورکړل سوی، هغه باید راوستل سي، هغو ته عزت ورکړل سي، هغه دعوت سي، هغو ته ووایي چې دغه معدنونه موږ لرو، راسئ پرې کار وکړئ. کوم شرکت وروسته دعوت سوی ده؟ تر اوسه پورې موږ خپل هېواد ته دومره ژمن نه یو لکه نورو ته چې ژمن یو. تر اوسه پورې خپل هېواد ته موږ دومره کار نه کوو لکه نورو هېوادو ته چې کوو. نو کله چې موږ خپل خلک په خپله بغې کې ونه نیسو، خپل خلک په خپله راخپل نه کړو، موږ دغه ملاحي فکر ته تغییر ور نه کړو، ملاحي فکر ته یو اجتماعي تغییر ور نه کړو، دا هېواد به همیش به داسې جنجالو بدبختیو کې اخته وي. حالا این تفاوت‌ها و این تغییرات و سوء تفاهم‌هایی که وجود دارد در میان کشورهای غربی و جهان چقدر باید اهمیت بدیم، چقدر باید این جدی بگیریم که اگر این تفاوت‌ها ادامه پیدا بکنه وضعیت به چی گونه خواهد شد و بالاخره انتهای این تفاوت‌ها و روی کرد مشترک ندارن چی خواهد شود؟ جناب محمد صاحب خبر داده چه کله موږ خپل کور کې جوړونه کو، خپل کور کې جوړونه وسو، خپل کور کې هم نظر ونه وسو، ټول نړۍ ته به ثبات هیڅ ثبات نور نړۍ ته نه لرو. چې خپل منځ کې موږ باید سره جوړ سو، بیا نور نړۍ سره جوړېدای سو. اوس نور نړۍ هم له دې ګټه اخلي، له دې فرصتونو چې راسي طالبانو سره یا د افغانستان اوسني حکومت سره، مثلا څوک د تاجک په نامه نه دی جوړ، څوک د ازبک په نامه نه دی جوړ، څوک د پښتانه په نامه نه دی جوړ. طالبان اوس د پښتنو نمایندګان نه دي، که څوک وایي طالب یوازې د پښتون نماینده ده، دا هېڅ امکان نه لري. اوس د افغانانو نمایندګي کوي. کله چې څوک د افغانانو نمایندګي ته کوي نو ته باید ټول افغانان ته په یوه سترګه وګورې، ټول راټول کړې تر یو چتر لاندې او هر شی ورته واضح کړي، هرې بخش نفر یې راټول کړي، د معرف نفر یې راټول کړي، هغو ته کښېنیسي، وروره راسه معلمه تا ته معلمي در کوم، راسه انجینر تا حالا مردم را به یک چشم دیدن و هم اقشار دیگره؟ زه فکر نه کوم زه د پیوه سترګه زر ته همه چې ملا صاحب نه یي بل ته په دغه سترګه نه ګوري. اوس نو قومونه خو بېل بحث ده، زه تر ته هم چې ملا صاحب نه یي په هغه سترګه نه ګوري. کله چې بل ورځ یو امتحان ته ورغلم، یو ورځ یو وخت کې چې امتحان پارچه مې وکتله، په هغه پارچه کې داسې متضاد سوالونه لیکلي وو، هغه فکر کوم چې هغه امتحان د څه شو، فلاني فتحه په کوم تاریخ وسوه، فلاني صحابه کومه وظیفه لرله، لمانځه کې څو فرض دي، وروره دا د امر بالمعروف کار، دا د کانکور یا د اصلاحات ادارې د امتحان کار نه ده، داسې رقم مشکلات شته خامخا دا باید حل شي. بله، چرا تا حالا به این نکته متوجه نشده حکومت سرپرست که باید کادرها و همچنان تخصصهایی که در افغانستان وجود دارد از او استفاده بکنند و یک دیدگاه چگونه دیدگاه برشان دارند؟ د سردار داود خان له وخت راوروسته موږ یو حکومت هم دې ته دا په نظر نه دی ورغلی، که جمهوریت هم دا مشکل لرول چې د ډاکټر په ځای انجینر کېنولی و، د انجینر په ځای یو بل کس کېنولی و، که ملا صاحبان راغلي دي هغه هم دا مشکلات لري، د ډاکټر په ځای ملا صاحب ناسته، د انجینر په ځای ملا صاحب ناسته، د ژورنالیست په ځای ملا صاحب ناسته، دا بې عدالتۍ د مخکې له وخته موجود دي. دا مشکلات د بې عدالتۍ خدایمو یواځې نه جوړېږي، یواځنی مشکل دغه ده چې د انجینر په ځای مو ډاکټر کار کوي، د ډاکټر په ځای مو یو بل څوک کار کوي. ګوره که چیرې د هغه بخش کې مثلا څو کار کوي، که د هغه بخش ماهر مشر نه وي، دا هېواد نه جوړېږي. مثلا تشکر. بیا برای وګرځو کتوازی صاحب، آقای کارمند چی فکر میکنن مشخصا چی چیز باعث شده که کشورهای غربی و همچنان کشورهای منطقه نتونسته تا حالا روی کرد مشترک و با یک تفاهم مشترک دست پیدا بکنه؟ مشخصا چی چیز شده که اینا اختلاف نظر دارن؟ خب این به دو مسئله برمیگرده. اولی که گپ کلانی است که در درون افغانستان، در داخل افغانستان ما یک حکومت نداریم، یک ثبات سیاسی نداریم. ما در نیم قرن گذشته افغانستان حاضر شدیم که یکی به فرق دیگه بزنیم و به این ترتیب ما کوشش کردیم که جنگ های را سازماندهی بکنیم که منافع کشورهای بیرونی در اونجا وجود داشت. گاهی پاکستان آمد از یک گروه استفاده کرد، گاهی ایران آمد، گاهی روسیه آمد، گاهی چین آمد، گاهی امریکا آمد و به این ترتیب در داخل افغانستان ما نتونستیم که یک هماهنگی را ایجاد بکنیم که ما بتونیم به یک زبان مشترک در مقابل جهان قرار بگیریم. در هر خانواده، یک خانواده کوچک شما مثال فکر کنین، او خانواده وقتی که در درون خانواده جنگ وجود داشته باشه، ثبات وجود نداشته باشه، بی‌اعتمادی وجود داشته باشه و صداقت وجود نداشته باشه، همسایه‌ها کوشش میکنن که از این خانواده همیشه به مسابقه یک ابزار استفاده بکنن و دوام این خانواده رو ضعیف بسازن. افغانستان اونطور یک سرزمین است اینجا. متاسفانه هر کس، هر حکومتی که آمد، به خصوص در 20 سال گذشته افغانستان، جمهوریتی که به وجود آمد، به نام جمهوریت در سیاست آمدن، به نام آزادی، به نام دموکراسی، به نام عدالت در درون افغانستان آمدن. کجای ازی به عدالت میمون؟ کجای ازی به دموکراسی میمون؟ کجای ازی به حقوق شهروندی میمون؟ شما میدیدین که اشرف غنی با چه نوع یک دیدگاه و فکر نسبت به امروز و آینده افغانستان فکر میکرد. او فکر میکرد که قهرمان افغانستان خودش است و خودش میتونه افغانستان از این مثلا نجات بده، ولی آخر کار کجا رفت؟ شکست. امروز طالبان که شما میبینین که آیا طالبان مردم افغانستان که با یک چشم میبینن؟ آیا طالبان میخواین که با مردم افغانستان یک جور به سیاست برن؟ به ترتیب داخل افغانستان وقتی که این مشکل وجود داشته باشه، داخل افغانستان وقتی که عدالت وجود نداشته باشه، عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه، به خواستهای مردم رسیدگی صورت نگیره و بی‌ثباتی سیاسی وجود داشته باشه، مردم از فقر و گرسنگی فرار بکنن، از داخل افغانستان مردم پناه ببرند و مواد مخدر و تکلیف‌های روانی مبتلا شوند و دروازه دانشگاه و مکتب برایشان بسته باشد، دروازه کار برایشان بسته باشد، برای آینده تاریک نسبت به امروز و آینده افغانستان ببینند. به این ترتیب کشورهای قدرتمند همچنان میبینند که کشور ضعیف اینجا وجود داره، هر لحظه باید استفاده کرد. شما پاکستان رو ببینید. پاکستان سال 1947 ایجاد شده، ولی ما افغانستان میگیم که هزارها سال سابقه داره. اینمی هزارها سال امروز از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی نسبت به پاکستان ضعیف است. پاکستان امیال میتونه که مشکل اساسی درون خود، داخلی خود حل بکنه، ولی همیشه کوشش میکنه که افغانستان به مسابقه یک ابزار استفاده بکنه به نفع خودش. جهاد در درون افغانستان پاکستانی ها سازماندهی کردن، منفعت بیشتر پاکستانی ها بردن از لحاظ پولی و از لحاظ نظامی امنیتی. این قرن گذشته شما می‌بینید که پاکستان از لحاظ نظامی در کجا بود؟ امروز سلاح اتم داره، امروز ششمین قدرت نظامی جهان در اختیار خود داره و کوشش میکنه که ثبات سیاسی در درون کشور خود به وجود بیاره، ولی افغانستان کوشش میکنه همیشه استفاده بکنه. این گفتم که برمیگرده به داخل خود افغانستان که در داخل افغانستان یک ثبات به وجود بیاره. متاسفانه ما امروز همچنان ثبات نداریم. شما ببینید که سیاست افغانستان کشورهای بیرونی کوشش میکنن رقم بزنن، اونا کوشش میکنن که لابیگری کنن، تمثیل بکنن سیاست افغانستان در منطقه و جهان، چون افغانستان یک ثبات سیاسی، یک حکومت پایدار نداره. و طرف دیگه که شما گفتین که کشورهای جهان چقدر میتونه در حل مشکل افغانستان یک تفاهم، یک زبان مشترک پیدا بکنن، وقتی میتونه پیدا بکنه که از یک طرف ما اینا در سیاست جهانی بتونن یک دیدگاه مشترک داشته باشن. شما میبینید که میال در شورای امنیت چی مشکل وجود داره، در سازمان ملل متحد چی مشکل وجود داره، در قاره اروپا چی مشکل وجود داره و این بخواین نخواین تاثیرگذاری خود در منطقه و افغانستان همچنان داره. و امروز افغانستان متاسفانه باز هم میدان رقابت این کشورها هست، میدان رقابت این کشورها باقی میمونه، به خاطر که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی این کشور هنوز برشان ارزش داره. ولی وا به جان ما یعنی افغانستانی که نه حکومت داریم، نه دولت داریم، نه سیاست داریم. بله. آقای کارمند چی فکر میکنن به دید شما؟ آیا غرب و کشورهای منطقه به یک تفاهم مشترک خواهد رسید و آیا امیدواری در این زمینه وجود داره که یک تفاهم مشترک بکنن؟ خب ما ایره اگر طول 2 سال گذشته مراجعه بکنیم به نشستایی که در مورد افغانستان وجود داشت، ما شاهد مشترکاً شاهد هستیم که نشستی در پاکستان وجود داشت، در هند وجود داشت، در چین وجود داشت، در روسیه وجود داشت، در ازبکستان وجود داشت، در تاجکستان وجود داشت، در نروژ وجود داشت و بالاخره نشست کلانی که ملل متحد در دوحه راه اندازی کرد. همه این نشست‌ها را که ما ببینیم، در پایان این نشست‌ها فقط آرزوها مطرح شد. حتی نشست شورای امنیت تقبیح کرد اعمال طالبان را. تقبیح ما میکنیم، با تقبیح نمیتونیم که ما به نتیجه برسیم. اینجا یک قاطعیت، یک برش برای سیاست وجود داره که کشورها موضوعگیری داشته باشند. چون این کشورها در یک تقابل با هم دیگر قرار دارند، اینا نمیتونند در مورد افغانستان متاسفانه یک موضوعگیری مشترک اتخاذ بکنند. ما امیدواریم که ملل متحد همین بحثی که در مورد افغانستان آغاز کرده که بحث اولش چندان مؤثر و مفید به حال افغانستان نبود و وعده کرد که ان قریب نشست دیگه ملل متحد دایر میشه و این نشست امیدواریم که حداقل همین کشورها را وجدانشان بیدار بکنه و برایشان بگوید که شما زمینه شدین برای بدبختی نیم ملت در نیم قرن گذشته افغانستان. حال بین یک تعهد بسپارین از روی یک وجدان بیدار و کمک بکنید که در افغانستان یک ثبات سیاسی بیاید، یک نظام نو جور شود، قانون در افغانستان حاکم شود و شما ما را کمک بکنید که مردم افغانستان به جای فرار میکنند به بیرون، در داخل افغانستان باقی بمانند، وطن خود جور کنند. بله، تشکر. کتوازی صاحب، سرپرست حکومت څه باید وکړي په دې منځ کې او آیا فرصت لري څه تعامل وکړي جهان سره؟ د افغانستان اوسنی حکومت اسلامي امارت باید د هر کان څخه په خپله برخه کې اهل کسان وګماري، کال اهل کار ته وسپاري، بیا جهان ته د طرحه وړاندې. مثلا د زراعت په برخه کې باید د زراعت یو انجینر وټاکي. که د زراعت انجینر په زراعت کې کوم کار ونه کړي، ډاکټر هېڅ هم نشي کولی. که په شپخانه کې ډاکټر اصلاحات رانه ولي، ډاکټر کار ونه کړي، د انجینر کار د انجینر هېڅ نشي کولی. که په ساختماني برخه کې انجینر کوم کار ونه کړي، ډاکټر او دهقان بل څه څوک هېڅ کار نشي کولی. اوس خبره دا ده چې اول باید دوی د ټولو اقوامو څخه وړ کسان راټول کړي، په یو میز یې کښېنوي، د هغوی چې یو کابینه جوړه کړي، دا کابینه نړۍ ته وړاندې کړي چې موږ دا کابینه لرو. په دې کې د هر کام، د هر فکر، د هر نظر خلک ته دوی دې څه شا ودرېږي، پروا نه کوي، دوی دې څه شا ودرېږي، لیکن دا د هغه ته وړاندې کړي نړۍ ته، بیا به نړۍ موږ سره ومني. اوس خو طالبان داسې فکر لري لکه خلکیانو داسې فکر لرول چې څوک به د وطنګوند یا مثلا خلک دیموکراتیک افغانستان د ګوند کس نه و، وزیر به لرې کو، خپل د اتم صنف یو شاګرد به راوستو، هلته به یې مقرر کو وزیر به کو. خلکیانو داسې نظر و. یو انجینر به لرې کو، د هغه په ځای به د اووم صنف یا اتم صنف یو شاګرد راوستو، هغه به د وطن ګوند یا خلک دیموکراتیک افغانستان ګوند یو کس و هغه به یې راوستو، هلته به یې کېنول. طالبان اوس عینې طرحه مخته وړې ده وړي. اوس مثلا یو ریاست چې یو انجینر لرې کې ملا صاحب راولي، په ځای کېنوي. له یو شپخانې چې یو ډاکټر لري کې ملا صاحب راول پجای کېنی، دا خو ما او تا ته هم د منلو وړ نه ده، دا خو د نړۍ کې دې چا ته په د افغانستان کې هم چا ته د منلو وړ نه ده. نو هرې بخش ته د بخش ماهر له ټولو قومونو راټول کړي، دلته یې کېنوي او بیا یې نړۍ اول افغانانو ته وړاندې کړي، دا کابینه مو جوړه کړې راستی سره کړي. حالا چرا متوجه نمیشه حکومت سرپرست به این نکته و چرا؟ آیا میدانه که خاموش است و یا نمیدانه؟ فکر نکنم که صدوی دیو ببینی که لیدل دا کاری نکول. کنی د افغانستان ټول دغه مطالعه کوي، ټول حکومتونه، هر هغه حکومت په نړۍ کې هغه بکان نس پیدا کوله چې په هغه کې عدالت موجود نه وي. مثلا د یو انجینر دا حق ده چې د ساختماني برخه کې مقرر سي، د یو ډاکټر دا حق ده چې د یوشپخانه کې مقرر سي. نو چې خاص د ملا د ډاکټر په ځای ملا صاحب کینی، د انجینر په ځای ملا صاحب کینی، د ژورنالیست په ځای ملا صاحب کینی، دا ټول مایوسه کیږي هغه د هیواد اوس. دا حکومت خود به خود خپل خرابیږي. اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه چی خواهد شود در آینده؟ چی پیش بینی داره؟ پیش بینی داره داسې هیواد به مو در بدرۍ وتځي، هیواد مو بکا نسي کولی، خلک به وږي سي، له لوږو به دغسې هغه یو څه په هغه ویل شي که چیرې په هیواد کې وږي ماړه نه سي، شتمن بیا امنیت پیدا نه کړي. نو په دې هیواد کې که دا خلک وږي سي نو هېڅوک هم امنیت نسي پیدا کولی، دا هیواد به بېثباته کېږي، دا هیواد به خوارېږي، دا هیواد د ځوانان به هره ورځ وځي خارجي هیوادو کې، ایران په لارو، ترکیې په لارو، په ځنګلو کې ورکېږي. دلته به وروره ملا صاحب حکومت هغه قاتل لس کاله ادامه پیدا کړه، یو کال ادامه پیدا کړه، دا حکومت به هم بیا خرابېږي که د هر چا طلبۍ کونه یې ټول راونه ګرځوي او اول بستونه ورته خالي نه کړي. بله، خب کابولوف گفته که جهت ایجاد رویکرد مشترک دبیر کل سازمان ملل تلاش میکنه که یک رویکرد منظم و همچنان یک دیدگاه مشترک میان منطقه و غرب پیدا شود. آیا نتیجه گترش قابل قناعت خواهد بود و یا تلاشش که تا حالا میخواد تلاش بکنه آیا مفید خواهد بود درباره مسئله افغانستان؟ کابل خبر مفید ده، خو خبر داده چې دا خبره به پوښتنه باید له کابلو په وشي چې دوی او امریکایان په اوکراین کې سره خښ دي، نو هر یو په بل باندې دغه ور اړوي، مشکلات ور اړوي. هېڅ درته هم چې نه روس غواړي چې افغانستان باثباته وي، نه امریکایان غواړي چې افغانستان باثباته، او نه زموږ همسایګان غواړي چې افغانستان باثباته. نو دلته خبره ده سازمان ملل څه نقش لري و څه باید وکړي سازمان ملل څه په افغانستان د ثبات رسي؟ آیا نقش ډیر مهم او ارزنده ده؟ سازمان ملل هم په دې لټه کې ده چې په افغانستان باندې دوی خپل راج وچلوي، دوی چین ته یا روس ته لاس ور نه کړي. سازمان ملل یو طرفه کار کوي ځکه چې موږ د تېر حکومت کې یا مثلا په مخکیني حکومت کې ډېر بې عدالتۍ وې. دوی کولی سوای چې دا یې له بینه وړې وای، دوی کولی سوای مثلا که دوی رښتیا هم غوښتلی، اول یې په دوحه کې باید د افغانستان حکومت ورغوښتی وای، هلته کېنولی وای، د افغانستان خلک کېنولي وای. ته کوم یو د افغانستان نماینده بولې چې دوی په دوحه کې کېنول د طالبانو سره یا دوی خپل ورسره کېنستل؟ د افغانستان حکومت وریم ملل المتحد منځوي کو، امریکایانو یې ناټو منځوي کو، اوس یې منځوي کړی. پرون چې په دوحه کې بله غونډه وشوه طالبان یې منځوي کو، داسې یو ډله منځوي کوي، بله ډله منځوي کوي، دا خپله جنګونه راپورته کوي، جنګو ته لار جوړوي، دا هېواد خوروي. بله تشکر کتوازی صاحب. آقای کارمند میخوایم بحث را جنبندی بکنم. راه حل چی است؟ چگونه میتوان افغانستان را از این گونه اختلاف نظرها نجات داد؟ بله، تاریخ افغانستان نشان داده، به خصوص در 44 سال جنگ گذشته افغانستان، که هیچ گروه، هیچ حزب، هیچ سازمان، هیچ حاکمیتی که در محور خود باشه به تنهایی مشکل افغانستان حل نکرده و نمیتونه حل بکنه. شما سیاستمداری که در حق از اون مردم نباشه، در حق از اون قانون و عدالت و دموکراسی نباشه، او سیاستمدار از مردم تجرید میشه، شکست میخوره. و چنانچه شما دیدین که حکومت بیساری جمهوریت با تمام توان قدرتمندی که لحاظ نظامی سیاسی داشت کجای کار رفت، شکست خورد، از صحنه سیاسی افغانستان رفتند، رهبرانشان فرار کردند. امروز افغانستان در 20 ماه گذشته همچنان در بحران هستند. من نمیفهم که رهبرای طالبان این بحثای ما را میشنوند. آیا به می تلویزیون‌ها یک بار مراجعه میکنند که این مردم وقت خود کذایی میکنند، ساعت‌ها گپ میزنند، چی میخواهند بگویند؟ یک بار بشنوند. ما اینمی حاکمیت پایانش شکست است، شکستی که در زیر مردم افغانستان میکشه، چون این حاکمیت نتونسته یک ثبات به وجود بیاره، این حاکمیت نتونسته یک مشروعیت داخلی به وجود بیاره، این حاکمیت نتونسته یک زبان مشترک با جهان پیدا بکنه. راه حل این است که ما نخست برای یک حکومت نیازمند هستیم، همه دست به دست هم بدیم. طالبایی را باید قبول بکنن، جز سیاست باشن، نه کل سیاست. طالبا باید بدانند که نمیشه که با ملا و مولوی در درون افغانستان سیاست کرد. باید دیگه مردم هم اجازه داد که در قدرت و در سیاست شوید، برند به طرف یک دیالوگ، به طرف یک مذاکره، به طرف یک مباحثه و یک حکومت را ایجاد بکنند که پایه از او نخست قانون باشه. قانون در درون افغانستان باید تدوین شود، قانونی که بتونه زبان مردم باشه و مردم او را بخواهد. بر پایه قانون ما بریم. اگر طالبان میگن که ما در افغانستان حمایت مردمی رو داریم، بفرمایند صندوق بگذارند به پای قانون، برند به طرف انتخابات. زعیم افغانستان، رهبر افغانستان از صندوق بیرون بکشند و هر کسی که برنده شد اینمی باید باشد. و طرف دیگه ما باید با تمدن امروزی بشری همگام باشیم. ما باید بریم به طرف دموکراسی واقعی در درون افغانستان، به طرف عدالت. ولی ما وضعیت موجوده که میبینم متاسفانه نه طالبان تن میتن به و نه جامعه جهانی کوشش میکنه که حمایت بکنن که یک تغییر ایجاد، چون امید جامعه جهانی امید سیاست در درون افغانستان آورده. راه اساسی کلانتر همین است که نخبگان افغانستان، سیاستمدارای افغانستان، کسایی که قلبشان به خاطر افغانستان میتپد، چیزی به خاطر گفتن برای افغانستان دارند، فکری به خاطر امروز و آینده افغانستان دارند، چی در داخل افغانستان هستند، چی در بیرون افغانستان، یک نسخه بیان بکنند به خاطر حل مسئله افغانستان. طالبان باید تن باید بده، جامعه جهانی باید حمایت بکنه و بریم به طرف حکومت جدید، به طرف قانون و به طرف انتخابات و به طرف از اینکه افغانستان از این ماجرا نجات پیدا کنه. و همچنان ما میخوایم و اگر این گونه نشه آقای کارمند چی خواد شود؟ چی خواد میشه؟ واضح است. طالبان باید بفهمند که در پیش از جمهوریت 5 سال حاکمیت بودند، کجا رفتند؟ شکست خوردند. و اگر امروز یک نیروی نظامی در مقابلشان نیست که اینا رو شکست بده، نیروی مردمی اینا رو شکست میده. مردم بالاخره قیام گرسنگان آغاز میشه، بالاخره قیام مردم آغاز میشه که مردم میگه ما کجای سیاست شریک هستیم؟ بله تشکر. فرزند ما درس خوانده، تعلیم دیده، آموزش دیده، چرا در سیاست افغانستان نیست؟ من کلانترین تشویش یک دارم. من فکر میکردم که افغانستان آرام آرام میره به طرف از این که مذهب و دین جایگاه خود داشته باشه و سیاست جایگاه خود داشته باشه. چنانچه تجربه کلان از ترکیه است. ولی امروز متاسفانه گپ اول آخر ملا و مولوی صاحب میزنه بدون اینکه فکر کنه که در درون افغانستان غیر از ملا و مولوی دیگه مردم حضور دارند و وجود دارند. تشکر. کتوازی صاحب رای حل تاسو سکوینای او کارمند صاحب به اشاره وکړه که دغه سه وضعیت ادامه پیدا کی افغانستان که د حکومت سرپرست پایله به شکست وي. په افغانستان کې اول باید یو معیاري حکومت جوړ شي او حکومت انحصار نه شي، حکومت له انحصاره ووځي، بیا هر وزیر، هر والی، هر مشر خپله چوکۍ قربان کړي چې د خپلې چوکۍ قرباني د یو باثبات افغانستان لپاره، د یو پیاوړي افغانستان لپاره باید خپله چوکۍ قربان کړي. کله چې څوک خپله چوکۍ قربان نه شي کړی نو دا افغانستان ته نه فکر نه کوم چې ژمنتیا دې ولري. نو هر مشر چې خپله چوکۍ قربان کړي انشاءالله ځوانانو ته کار زمینه برابره سي او تر یو ټغر لاندې ټول افغانان راټول سي، هر قوم ته، هر ځوان ته، هر چا ته په ښه سترګه او درنه سترګه وکتل سي، انشاءالله د افغانستان به کا پیدا کوي او دغه نظام به بیا ډېر بهترین نظام. بله، درباره اختلاف نظرها که کشورهای منطقه و غرب داره چی باید شوه؟ حکومت چقدر باید ایره توجه بکنه، جدی بگیره و سر از این کار بکنه که این اختلافها را که جهان و همچنان کشورهای منطقه داره برش قناعت داده شود؟ غربیان یا شرکیان یا یوین دغه چې غواړي چې تاسې افغانستان په یوغو معیارونو د افغانستان حکومت برابر نه ده چې موږ یې په رسمیت وپېژنو، د یوه بهانه د نجونو ښوونځي دي یا د نجونو تعلیمي مرکزونه دي. اول طالبانو ته یایو چې د افغانستان اسلامي امارت باندې دا غږ کوو چې تاسې د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړئ، دا ناروا نه ده، دا روا عمل ده، دا ښه عمل ده، دا د افغانستان د بقا عمل ده، دا د افغانستان د پرمختګ عمل ده. اول د نجونو په مخ ښوونځي خلاص کړئ، بیا غربیانو ته وایي چې دغه شی خو دې ما رفع کړو، دغه سوال چې تا درلود، تا ماته یوه بهانه لرله، دا بهانه خو دا د رفع شوه، زه د خپلو خویندو په مخ باندې ما ټول تعلیمي مرکزونه خلاص کړي وم، بله که هغه مکتب ده، که هغه کورس ده، که هغه پوهنتون ده ما خلاص کړی ده. نو دې ته به دوی به بهانه ورکړی شي. اوس خو دوی یوه بهانه په لاس کې نیولې ده، یوازې دا شی دوی نیولې ده چې تاسې نجونو په مخ باندې دروازې نه خلاصوئ، یو څوک به خلاصوئ او دوی چې موږ په طرحه کار کوو. دوی به دې ملامت تر اوسه پورې طرحې سړی معلوم نه ده، دا طرحه چیرې جوړېږي، په کوم وزارت کې جوړېږي، په کوم ریاست کې جوړېږي، څوک یې جوړوي، کارمندان یې څوک یې په طرحه څوک. مننه کتوازی صاحب. تشکر از مهمانان شریک در بحث: آقایان صمد کارمند، تحلیلگر مسائل افغانستان از جرمنی، خان محمد کتوازی، فعال سیاسی، و از آقای غلام محمد نیازی، آگاه مسائل سیاسی نیز دعوت کرده بودیم که با ما وصل نشدند. تشکر از بیننده ها. تا این دم برنامه را بیننده بودین. وقت بخیر. خدا نگهدار.